25مین دور مسابقات بین تیم‌های کرکت مرکز و ولسوالی‌های کندز آغاز شد. امداد‌الله شینواری رئیس کرکت بورد کندز می‌گوید که این مسابقات شامل 25 بازی است که 37 روز به طول می‌انجامد و بازیکنان در 4 گروه به مسافه هم می‌روند. و هدف از این بازی ها را انتخاب چهره های برتر برای تیم های منتخب عنوان کرده، میگوید که بازیکنان این ولایت همواره در مسابقات داخلی افتخارات بزرگی را کسب کردند. نو پدې سالو کې تلریش لوبډلو برخه اخستې و چې په څلور ګروپونو ویشل شوی، په هر ګروپ کې شپږ لوبډلې دي او هره لوبډلې پنځه لوبې ترسره کوي. نو دار ګروپ نه دوه لوبډلې کوارټر فاینل ته، چې اته لوبډلې کېږي او څلور لوبډلې بیا سیم فاینل ته او دوه لوبډلې بیا فاینل ته، او یو لوبه د دې لوبو اول مقام ترلاسه کوي. نو یادې لوبې لوبغاړو لپاره ډېر ارزښتناکې دي. هر هغه لوبغاړی چې غواړي پرمختګ وکړي او مخکې کرکټ وکړي، تر نړیوال د افغانستان استازیتوب چې وکړي تر دې حده پورې، نو هغوی لومړی باید دا لوبې وکړي. نو د دې ځای نه د دوی پرمختګ شروع کیږي. نو هر هغه لوبغاړی چې بالینګ کې یا بیټنګ کې ښه ځلیږي، هغوی مخ په وړاندې ځي، ګریټو ګریټون ته لاره پیدا کوي. در همین حال شماری از بازیکنان کرکت از برگزاری چنین مسابقات ابراز خرسندی کرده، میافزایند که چنین مسابقات باعث می شود تا در آینده برای کشور افتخار آفرینی کنند. دا انټر کلب سیالي چې دی، د هر پلیر لپاره ډیر مهمه سیالي دی، ځکه د همدې ځینې به دې پلیر بیکګراوند شروع کېږي، افتتاح به کېږي، ځکه دې لوبې کې چې کمې پرفارم کوي نو هغه به د کندوز ولایتي ټیم ته ځي. بازی انټر کلب بسیار مفید است. در ساعتی بعد از بازی ما میتونیم مثلا در بازی ولایتی و بعدا بازی فاست کلاس ما پیش بریم. در حقیقت یک بازی بسیار یک چانس خوب است برای ما که ما در این بازی راه یافتیم و همچنان از سازمان جنوکال بسیار خوشحال هستیم که ما را اسپانسر کرده یار سر. از توی هم اسمت الله بنیاد مربی تیم بنیاد میگوید که برگزار این گونه مسابقات باعث تشویق و رشد جوانان شده و از این طریق بازیکنان با استعداد و چهره های برتر به خاطر تیم منتخب کرکت بورد ولایت کندز انتخاب می شود. وی از بازیکنان می خواهد تلاش نمایند تا در این مسابقات خوبتر بدرخشند تا در تیم منتخب ولایت کندز انتخاب شوند. کسایی که در اینجا نتیجه می تواند و هر بازیکن از زمین جوی اصلا تهداب کرکت خود جور می کند و کسی که در اینجا نتیجه می تواند پرفارمنس میکنه یا دستاورد خوب داره، اونها انتخاب میشه از بینشون در تیم های ولایتی و بعد از اینکه کسایی که در سطح ولایت پرفارمنس میکنه میتونه انتخاب میشه به سطح زون، بعد از اون به سطح زون کسایی که نتیجه خوبتر میته میره به تیم به سطح تیم ملی. یعنی بهترین چانس همیست که هر بازیکنی که میخواد که اگر در آینده یکی از بازیکن های تیم ملی باشه، یکی از چهره های شناخته شده در عرصه کرکت باشه، مجبور و مکلف است که بازی مسابقات کلب لول به اصطلاح بازی کنه و به خود ریکارد جور کنه. این مسابقات در حال آغاز می شود که چند پیش مسابقات یک هفته ای کرکت بورد افغانستان در ولایت کندز میان 5 زون کشور برگزار گردیده بود. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت کندز.